سلام عرض میکنم خدمت بچه های پایه نهم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با در حقیقت کلاس شب امتحانی ریاضی پایه نهم در خدمتتون هستیم و در حقیقت این کلاسی که ما داریم کلاس ضبط آفلاین هست. حالا به خاطر محدودیت هایی که در حقیقت استدیو وجود داشت برای حالا کلاس در حقیقت زنده، بنا به این شدش که ما در حقیقت ضبط آفلاین داشته باشیم و کلاس شب امتحانی ضبط آفلاین میشه و روی سایت قرار داده بشه براتون. همونجوری که حالا بچه‌هایی که شاگرد کلاس من بودن و در جریان هستن میدونن که ما تو طول سال مفصل در حقیقت در مورد سوالات درس و نمیدونم تست و اینا با هم دیگه صحبت کردیم و مفصل کار شد، در حقیقت جزوه کامل، بانک سوال کاملی در اختیارتون قرار داده شد و در حقیقت همه اینا ضبط شده و روی سایت هست. بچه‌هایی که حالا با ما بودن که میدونن، اگه جزوه دانش آموزایی هم هستین که حالا دارید ما رو نگاه میکنید و جزو دانش آموزای ما نبودید، داستان از این قرار هستش که ما آموزش های کاملمون ضبط شده روی سایت هست و میتونید چیکار بکنید، در حقیقت ازشون استفاده بکنید، یعنی ثبت نام بکنید و ازشون استفاده بکنید. کلاس شب امتحانی هم که ما داریم در حقیقت میخوایم براتون آزمون جامع بزنیم. همون جوری که بهتون گفتم بچه‌ها، آزمون زدن و در حقیقت جمع و جور کردن همه مطالب کنار هم دیگه میتونه نمرتون رو خیلی جابجا کنه و تسلطتون رو روی حل سوالات در زمان امتحان بالا ببره. الان هم میدونیم دیگه امتحانا حضوری شده و در حقیقت اونجوری نیست که آنلاین بشینی و کسی کمکت بکنه بخوای امتحان بدی و اینا، اینجوری نیست و حضوری بری امتحان بدی، اینه که باید تسلطتو ببری بالا. همونجوری که در حقیقت حالا ما توی کلاس ها به بچه ها گفتیم، معمولا دو تا پیک کوچیک هست، یکی پیک شب امتحان خیلی سبز هست که یه پیک خیلی کوچیک و ارزون هست، توش آزمونای جامعه داره میتونید بزنید، یکی هم پیک اسفندیار هست که اونم آزمونای جامعه داره میتونید تهیه بکنید و در حقیقت آزمون جامعه بزنید و مشکلاتتون رو و اون در حقیقت مشکلاتتون رو برطرف کنید و تسلطتون هم چیکار کنید بچه‌ها، ببرید بالا. پس من امروز میخوام یه دونه آزمون جامعه براتون حل بکنم، با سبک آزمون جامعه زدن آشنا بشید و بدونید که خیلی اهمیت داره و نمرتون رو چیکار میکنه، جابجا میکنه. خیلی خب بچه ها، اینجا هم من در حقیقت آزمونی که براتون آوردم، اینا سوالاتی هستش که سوالات در حقیقت امتحانات نهایی هست و من توی بانک سوالاتی که توی طول سال در اختیارتون میذاشتم، علاوه بر حالا سوالات تستی نمونه دولتی، نمیدونم آزمونای استعدادهای درخشان و اینا، تو بانک سوالات از در حقیقت آزمونای شهرهای مختلف برای امتحانات نهایی براتون اونجا چیکار کردم بچه‌ها، بانک کاملی از سوالات امتحان نهایی گذاشتم. این در حقیقت آزمونی هم که اینجا براتون آوردم، حالا یه گزیده ای در حقیقت از اون سوالات آزمونای امتحان نهایی هستش که اینجا میخوایم به صورت جامع با هم بزنیم. این آزمونی هم که براتون آوردم، آزمونی هستش که از پیک خیلی سبز آوردم براتون، نسخه رایگانی هستش که خودشون روی سایت قرار میدن و در اختیار عموم میذارن که ازش مردم چیکار بکنن، دانش آموزا بتونن استفاده بکنن. خیلی خوب بچه‌ها، اینو ما با هم دیگه ببینیم. میگم البته چیزی که هستش اینه که سوالاتش سوالات امتحان نهایی هستش که من توی بانک سوالاتی هم که داشتیم در حقیقت اینا رو در اختیار شما گذاشتم. به صورت چی بچه‌ها؟ به صورت کامل. خیلی خوب بچه‌ها، نگاه بکنید. اول مثلا سوالاتی که آورده، مثلا سوالات مربوط به فصل اول، درستی یا نادرستی. دقت بکنید، مثلا امتحان نهایی فارس بوده، درستی یا نادرستی عبارت زیر رو میگه مشخص بکنید. خب یه دونه مجموعه آورده براتون، گفته مجموعه صفر یک مجموعه توهی هستش، یعنی این به این صورت که یه دونه صفر داخلش قرار گرفته، میگه این یه مجموعه چیه بچه‌ها؟ مجموعه توهیه. میخوام ببینیم این درسته یا نه. ما میدونیم بچه‌ها مجموعه توهی رو یا این شکلی نشون میدیم یا این شکلی، یعنی هیچ عضوی نباید داخلش باشه، اما این عضو داره. پس این وقتی که خبر بهت داده که این مجموعه یک مجموعه توهی هست، یعنی داره چی میگه؟ یعنی داره در حقیقت به صورت نادرست هستش، اینو باید نادرست بزنیم. خب نگاه بکنید اینجا بچه‌ها، میگه اجتماع دو مجموعه آ و ب همواره زیر مجموعه هر یک از آنها هستش. بچه‌ها مثلا اگه ما دو مجموعه در نظر بگیریم، مجموعه آ و ب رو در نظر بگیریم، اجتماع اینا ما میدونیم یه مجموعه بزرگی رو به ما نشون میده دیگه. خب اینجوری نیستش که اجتماع زیر مجموعه هر یک از آنها، یعنی اینکه چی بچه‌ها؟ یعنی اینکه آ اجتماع ب زیر مجموعه آ و زیر مجموعه ب باشه. خب ما میدونیم که اینجوری نیستش. در حقیقت توی در حقیقت جزوه‌مون و درسایی که بهتون دادیم گفتیم که اشتراک A و B هستش که در حقیقت زیر مجموعه A و B هستش. اجتماع در حقیقت یک مجموعه بزرگی میشه و زیر مجموعه A و B نیست. اینی که بهت گفته که در حقیقت همواره زیر مجموعه هر یک از آنها هست، این هم چیه بچه ها؟ غلط هست. این مجموعه مجموعه بزرگتری نسبت به اینا هست و زیر مجموعه اینا
نیستش. بیاین پایینی رو نگاه کنیم بچه ها. پایین چی گفته؟ گفته عبارت عددهای صحیح بزرگتر از منفی 3 و کوچکتر از منفی 2 یک مجموعه را چیکار میکنه بچه ها؟ مشخص میکنه. خب بله، ما میدونیم که در حقیقت چنین عددی که اینجا گفته، عدد صحیح در حقیقت بزرگتر از منفی 3 و کوچکتر از منفی 2 یک مجموعه رو مشخص میکنه و اون مجموعه یک مجموعه چی هستش بچه ها؟ مجموعه توهی هستش. پس به این ترتیب جوابی هم که برای این میتونیم چیکار بکنیم در نظر بگیریم، جواب درستی هست که ما میدونیم بین منفی 2 در حقیقت بین منفی 3 و منفی 2 عدد صحیحی رو شما نمیتونید معرفی بکنید و این در حقیقت یک مجموعه توهی رو نشون میده، یعنی هیچ عددی وجود نداره که توی این شرایط صدق بکنه و این مجموعه در حقیقت یک مجموعه توهی رو به شما نشون میده. بیایم پایین. خب دقت بکنید بچه‌ها، بذارید ببینم این بزرگتر میشه. خب دقت بکنید اینجا رو. سوال بعدی چی میگه؟ سوال بعدی در مورد در حقیقت بحث جا خالی هستش. دقت بکنید اینجا رو، میگه جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب چیکار بکنید؟ پر بکنید. سوال اولش بچه‌ها مربوط به مجموعه های مساوی میشه، مربوط به مجموعه های مساوی میشه. سوال دومش در حقیقت تعداد زیر مجموعه رو ازتون میخواد، قسمت دومش. و سوال قسمت پ مربوط میشه به چی بچه‌ها؟ مربوط میشه به بحث احتمال، یعنی آخرین قسمتی که توی فصل اولتون داشتیم. خب این در مورد مجموعه های مساوی داره صحبت میکنه دیگه. چی داره میگه بچه ها؟ میگه 4 منفی 5 یه دونه جای خالی اینجا گذاشته، گفته مساوی است با 5، 12 به روی منفی 3، اینجا یه دونه منفی هم پشت این داره، اینور هم یه دونه چی داریم بچه ها؟ منهای رادیکال 25. منهای رادیکال 25. قرار بود ما چیکار کنیم بچه ها؟ در حقیقت اون مشترک ها رو بیایم چیکار بکنیم؟ پیدا بکنیم و کنار بذاریم تا جا خالی پیدا بشه. الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید، منهای 12 به روی منهای 3 بچه ها، منهای بالا با منهای پایین میره، 12 سوم عدد 4 رو به ما نشون میده. خب منهای رادیکال 25 هم به ما عدد منهای 5 رو چیکار میکنه بچه ها؟ نشون میده. خب الان شما میای کافیه بیای اعداد مشترک و سمت چپ و سمت راست در حقیقت کنار بذاری. یه دونه منهای 5 داری حذفش میکنی، اینجا هم منهای 5 رو از اینجا میذاریم کنار. یه دونه عدد در حقیقت 4 اینور داریم که اینور هم داریم، درسته؟ خب حالا اون عددی که در حقیقت اینجا باقی میمونه که عدد 5 هست، این 5 باید توی این جا خالیه بیاد بچه ها بشینه که در حقیقت تمامی عضوهای سمت چپ و سمت راست با هم چی بشه؟ یکسان بشه. پس به این ترتیب جا خالی که اینجا ما باید بذاریم عدد چی هستش بچه‌ها؟ عدد 5 هستش. سوالی رو که در حقیقت در مورد مجموعه های مساوی هست خیلی مهمه، منتظرش باشید که توی امتحان در حقیقت چی بشه بچه‌ها؟ مطرح بشه. قسمت ب رو نگاه کنیم، میگه یک مجموعه 3 عضوی. وقتی که بهت میگه یک مجموعه 3 عضوی بچه‌ها، وقتی که بهت میگه یک مجموعه 3 عضوی یعنی n-t برابر چند باشه؟ n-t برابر 3 هستش دیگه، درسته؟ خب ازت چی رو خواسته؟ گفته که زیر مجموعه، چند تا زیر مجموعه داریم. اگه خاطرتون باشه، حالا یا دانش آموز کلاس من بودی یا هر جایی که بودی، در حقیقت یه مجموعه هر تعداد عضوی که داشته باشه، شما بخوای در حقیقت تعداد زیر مجموعه شما معرفی بکنی، فرمولش به این صورت هستش: 2 به توان چی بچه‌ها؟ 2 به توان n. خب این به شما زیر مجموعه رو میده. خب 2 رو اگه پایه بذاری، n-t برابر چنده؟ برابر 3. 2 به توان 3 یعنی 3 بار 2 تو خودش ضرب بشه، بهت عدد چند رو میده بچه‌ها؟ عدد 8 رو بهت میده. پس 8 تا زیر مجموعه داره. اینم خیلی مهمه بچه‌ها، در حقیقت اینی که تعداد زیر مجموعه رو ازتون بخواد، حواستون باشه که توی امتحان در حقیقت بتونین چیکار بکنید، بنویسید. قسمت پ رو نگاه کن، میگه اگر تاسی را یک بار بیاندازیم، احتمال اینکه عدد رو شده فرد باشد. خب همیشه من به بچه‌ها میگم که مثلا شما وقتی که میخوای احتمال رو بنویسی، احتمال رو بنویسی، احتمال یک کسره که صورت و مخرج داره بچه ها. خب مخرجش چیه بچه ها؟ مخرجش تعداد ممکن، یعنی تعداد همه حالت هاست. خب صورت کس چیه بچه ها؟ تعداد
صورتکس تعداد چی رو بهتون نشون میده؟ تعداد مطلوب رو بهتون نشون میده. خب الان اگه شما یه تاسی رو بندازید بچه‌ها، بهش میگیم فضای نمونه‌ای دیگه، همه حالت‌ها به این صورت بود. یه تاسو که میندازی 1 2 3 4 5 6 این میشه حالت‌های چی بچه‌ها؟ حالت‌های در حقیقت ممکنش. خب مثلا اگه ما بیایم این رو A در نظر بگیریم، اینی که گفته که احتمال این که عدد روشده فرد باشد، خب ما بیایم فرد بودن رو A در نظر بگیریم، 1, 3 و 5 اعداد فرد هستن دیگه. 1, 3 و 5 اعداد چی هم بچه ها؟ اعداد فرد هستن. خب اینجا رو ببینید بچه ها، تعداد ممکن چند تاست؟ 6 تا داریم اینجا، درسته؟ به جای این عدد 6 رو میذاریم. تعداد مطلوب، ببین مطلوب ما فرد بودن بود دیگه، 1, 2 و 3 تا عدد. این 3 رو هم چیکار میکنیم بچه ها؟ اینجا مینویسیم. خب الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنی، صورت کسر 3، مخرج کسر 6، 3 ششم در حقیقت 1 دوم رو بهتون نشون میده دیگه. پس حاصلی که در حقیقت اینجا باید بذارید در حقیقت عدد چند هست بچه ها؟ عدد 1 دوم هست. همه اینا سوالات امتحان نهاییه که میگم توی بانک سوالاتی هم که بهتون داده بودم در حقیقت اینا وجود داره، منتها اینا رو داریم به صورت جامع میزنیم که در حقیقت همشون کنار همدیگه هستن. دقت بکنید اینجا رو بچه ها، گفته گزینه درست رو انتخاب بکنید. بعد از سوالات صحیح غلط و در حقیقت سوالات جا خالی رسیدیم به چی؟ اینی که میگه گزینه درست رو چیکار بکنید؟ انتخاب بکنید. خب دو قسمتیه در حقیقت سوال. قسمت بالا در مورد چیه بچه ها؟ در مورد حالتهای در حقیقت، همه حالتهای ممکنی هست که میخوایم پیدا کنیم. و پایینی هم در حقیقت دوباره یه دونه سوال مربوط به چی هست بچه ها؟ سوال مربوط به احتمال هستش. خب ببینید چی میگه بچه ها؟ میگه دو تا تاس رو با هم دیگه ما پرتاب میکنیم، تعداد همه حالت‌های ممکن چقدره؟ خب شما در نظر بگیرید بچه‌ها، تاس اول چند تا حالت داره میندازی؟ 6 تا حالت داره. تاس دومو وقتی پرتاب میکنی چند تا حالت داره؟ 6 تا حالت داره. من در حقیقت توی کلاس‌های درس به بچه‌ها گفتم یه اصلی وجود داره به اسم اصل ضرب. خب وقتی که در حقیقت تاس اول رو شما میتونی چیکار بکنی؟ در حقیقت 6 تا حالت براش در نظر بگیری و طبق اصل ضرب یه ضرب میذاری بین اینا، و تاس دوم هم 6 تا حالت میتونی براش در نظر بگیری. 6 رو اگه شما ضرب در 6 بکنی بهت عدد چند رو میده؟ بهت عدد 36 رو میده. پس وقتی که شما دوتا تاس رو پرتاب میکنی، تعداد همه حالت های ممکنی که در حقیقت داره عدد 36 هستش که اینجا براتون بنویسم عدد چی هستش بچه ها؟ عدد 36 هستش. بعدی رو نگاه بکنید، میگه اگه خانواده‌ای دارای 3 فرزند باشد، چقدر احتمال دارد که این خانواده بچه ها دقیقاً دو پسر، دقیقاً دو پسر داشته باشد؟ خب بازم راجع به این ما با هم دیگه صحبت کردیم. مثلا این امتحان نهایی اصفهانه، بیاین روی صفحه سفید اینو براتون بگم. 3 تا فرزند داشته باشه، دقیقاً 2 پسر. ببین دقیقاً 2 پسر. دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها، ما در حقیقت نمودارهای درختی مربوط به اینا رو تو کلاس کامل توضیح دادیم بهتون. دقت بکنید اینجا رو. خب اول می‌خوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ فرزند اول. فرزند اول بچه‌ها یا میتونه پسر باشه یا میتونه چی باشه؟ یا میتونه دختر باشه. خب فرزند اول اگه در حقیقت به این صورت در اومد، یا پسر یا دختر، فرزند دوم به این صورت میشه. دقت بکنید اینجا رو، اینو به صورت عمودی اگه نگاه بکنیم میشه فرزند دوم، فرزند دوم یا پسره یا چی بچه ها؟ دختره. یا پسره یا دختر هستش. خب این فلشر هم اگه اینجا بزنیم بهتره. دقت بکنید اینجا رو، این شکلی داستان فرزند دوم به این صورت هستش اگه به صورت عمودی به این نگاه بکنیم. خب یه فرزند دیگه هم داریم دیگه، درسته؟ فرزند سوم چی میشه؟ اینو دوباره باز میکنی، این یا پسره یا دختره، اینو باز میکنی، یا پسره یا دختره، اینم به همین ترتیب پسر دختر، اینم به همین ترتیب پسر و چی بچه ها؟ دختر. خب اینم به صورت عمودی اگه نگاه بکنیم میشه چی بچه ها؟ میشه فرزند سوم. خب گفته چی بچه ها؟ اول از این که در حقیقت تعداد کل حالتهایی که ما اینجا داریم، خب تعداد کل حالتها میشه 8 تا. از کجا فهمیدم؟ دقت بکن، فرزند اول یا میتونه دختر باشه یا پسر، دو حالت داره. فرزند دوم یا دختر یا پسر، دو حالت داره. فرزند سوم یا دختر یا پسر، دو حالت داره. یعنی 8 تا حالت ما داریم. همینجا تعداد کل حالتمون میشه 8 تا حالت. خب
حالا الان اینجا بخوای تعداد مطلوب رو به دست بیاری، تعداد مطلوب رو به دست بیاری، بهت گفته چی؟ گفته دقیقا دو تا پسر، یعنی نه بیشتر نه کمتر. شما میای نگاه میکنی ببینی که دقیقا دو تا پسر کدوما میشه. نگاه بکن، از این مسیر بری، این که سه تا پسر داره. خب از این مسیر اگه شما بیای، نگاه بکن، از این مسیر اگه بیای ببین، میای میرسی به این پسر، این میشه دو تا پسر یه دونه دختر. پس از این مسیر بیای میشه یه حالت. اینجا الان ما دو تا پسر داریم، یکی اینه یکی اینه. خب الان اگه بیای دوباره یه مسیر دیگه بری، نگاه بکن، پسر دختر پسر. خب از این مسیرم اگه بیای باز دقیقاً دو تا پسر داری، پسر دختر پسر، پسر دختر دختر به دردم نمیخوره، اینجا دو تا دختر هست یه دونه پسر. خب بیایم از مسیر پایین بریم بچه‌ها. از مسیر پایین اگه بری نگاه بکن، یه دونه دختر، این پسر، اینم پسر، اینم یه دونه مسیر میشه. خب از اینجا بری دختر پسر دختر، اینجا دو تا دختره یه دونه پسر. اینجا رو نگاه کن، دختر دختر پسر، باز یه دونه پسر. اینجا این پایین هم اگه نگاه بکنی سه تا دختر هست. پس اگه ببینیم سه تا مسیر بود که دقیقاً دو تا پسر داشت. نگاه بکن، یکی این مسیر پسر پسر دختر، این میشه یه مسیر، پسر دختر پسر، این میشه دومین مسیر. اینم اگه نگاه بکنی دختر پسر پسر، اینم میشه سومین مسیر. پس تعداد مطلوب ما چیه بچه ها؟ عدد 3 رو اینجا نشون میده. خب عدد احتمالی که میخوای در حقیقت برای این معرفی کنی به این صورت دیگه، احتمالمون میشه، دقت بکنی، تعداد مطلوب به تعداد چی بچه ها؟ به تعداد ممکن. سعی بکن برای معلمت فرمولش هم بنویسی، مثلا احتمال میشه تعداد مطلوب به تعداد ممکن، یا به فرم ریاضی هم اگه بخوای اینو بنویسی میگی احتمال در حقیقت A میشه مساوی N A به روی چی بچه ها؟ N A به روی N S. N A چی رو به ما نشون میده بچه ها؟ N A همون تعداد حالت های مطلوب رو به ما نشون میده، یعنی 3 رو میذاری صورت کسر، N S هم کل حالت هاست، 8 رو میذاری مخرج کسر، یعنی عددی که از ما میخواد عدد 3/8. ببین من اینو توضیح میدم برای دانش آموزی که حالا اولین بار هست داره ما رو میبینه، در حقیقت بدون داستانت چه قراره. دانش آموز من وقتی که این سوالو میبینه سری میتونه در حقیقت 3/8 رو پیدا بکنه، یعنی دانش آموزی که تو طول سال با ما بوده اینو بلده، 3/8 در حقیقت جواب این سوال هستش. دقت بکنید، در حقیقت گزینه 1 عدد یا کسر 3/8 رو به ما چیکار میکنه بچه ها؟ نشون میده. دقت بکنید اینجا رو، گفته مجموعه زیر را با اعضا مشخص بکنید. مجموعه زیر رو میگه با اعضا چیکار بکنید؟ مشخص بکنید. میگه x منهای 1 به طوری که x از z انتخاب بشه. بیاید اینم روی صفحه سفید براتون بنویسم بچه ها. یه مجموعه داده، میگه x منهای 1 به طوری که x مون از z چی بشه؟ انتخاب بشه. و توی ادامه گفته که x بین منفی 2 و مثبت 2 باشه. x بین منفی 2 و چی باشه بچه‌ها؟ و مثبت 2 باشه. خب الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید، میگه ایکس همون از اعداد صحیح برداشته بشه و از منفی 2 تا مثبت 2 باشه. منفی 2 تا مثبت 2 اینا رو داریم، منفی 2 منفی 1 0 1 و 2 رو داریم دیگه، درسته؟ این اعداد در حقیقت توی این فاصله هست. خب بهت گفته شکل هر عضو، ما میدونیم فرم هر عضو اینجا میاد دیگه، درسته؟ فرم هر عضو میگه به این شکل باشه. خب اینا مگه ایکس ها نبودن؟ خب دونه دونه ما میام چیکار میکنیم؟ به جای در حقیقت ایکسی که اینجا هست از اینجا ور میداریم. مثلا اگه شروع بکنی ایکس مساوی منفی 2 بذاری، اینجا اگه منفی 2 بذارید بچه ها، منفی 2 منهای 1 بهتون چی رو میده؟ بهتون منفی 3 رو میده، درسته؟ حالا اگه بیای توی مرحله بعدی به جای منفی 2 منفی 1 بذاری، ایکس رو منفی 1 بذاری، منفی 1 منهای 1 بهت منفی 2 رو میده. اگه بیای 0 بذاری به جای ایکس اینجا، اگه بیا اینجا 0 بذاری، 0 منهای 1 بهت منفی 1 رو میده. به همین ترتیب اگه 1 اینجا ما بیایم چیکار بکنیم بچه‌ها؟ 1 بذاریم 1 منهای 1 میشه چی؟ میشه 0. اینم از این. اگه 2 بذاریم ببینیم چی بهمون میده بچه‌ها. اگه بیام اینجا 2 بذاریم، بذارینو پاکش کنم، اگه اینجا بیام 2 بذاریم یه واحد از 2 کم بشه، در حقیقت چی رو بهتون میده؟ 1 رو بهتون میده. پس اون مجموعه رو که مسئله ازت خواسته معرفی بکنی به این صورت هست، منفی 3 منفی 2 منفی 1 0 و 1، اعضاش به این صورت هستش، اونی که ازمون خواسته. دقت بکنید،
جوابی که نوشتیم جواب این سوال هستش. گفته این مجموعه زیر را چیکار بکنید؟ با اعضاش مشخص بکنید. و طبق چیزی که براتون گفتیم اعضای این از چند شروع میشه؟ منفی 3، منفی 2، منفی 1، 0 و چی بود؟ 0 و 1 بود که به این صورت در حقیقت براتون توضیحش رو دادم. خب این از این. بریم سراغ ادامه. مثلا قسمت ب گفته اون تفاضل مجموعه ها بود، اگه خاطرتون باشه بهتون میگفتم خیلی در حقیقت اهمیت داره، اینجا هستش. نگاه بکنید اینجا رو بچه ها، بهتون دوتا مجموعه داده، گفته این مجموعه B باشه، این مجموعه چی باشه؟ C باشه. مجموعه B عضوایی که بهت داده منهای 8 و 7 و 4 و منفی 3 هست، و مجموعه سی عضوایی که بهت داده 4 و 9 و منهای 8 و چی هست بچه ها؟ 1 هست. خب تفاضل اینجا در حقیقت چیه؟ اینا رو باید از هم دیگه کم بکنیم. بهتون چی گفتم بچه ها؟ گفتم اینایی که بهتون میده رو به ترتیب بیاید بنویسید. الان بی رو اگه ما بیایم چیکار کنیم بنویسیم، اینجا بی منهای سی رو ما باید در حقیقت تشکیل بدیم دیگه. بی ازاش چیه؟ منهای 8 و 7 و منهای 8 و 7 و 4 و منهای 3. 4 و منهای 3 میگه منهای چی بشه بچه ها؟ منهای سی. 4 9 منهای 8 و 1. 4 9 منهای 8 و چی بچه ها؟ و 1. اگه خاطرتون باشه بهتون گفتم که وقتی که میخوایم اینا رو چیکار بکنیم، حساب بکنیم، تفاضل رو دومی همش خط میخوره، یعنی هر 4 تا عضو این چی میشه؟ خط میخوره. اولی هم که در حقیقت مجموعه اول هست، هر عضویش که دستش با این تو یک کاسه بود یعنی مشترک بود باید چی بشه؟ حذف بشه. این 4 رو میبینی با این 4 مشترکه، باید چی بشه بچه ها؟ حذف بشه. الان اگه اینجا رو ما نگاه بکنیم، این منفی 8 داره، اینم منفی 8 داره، منفی 8 هم باید حذف بشه. عضوایی که باقی میمونه 7 و منهای 3 هستش که در حقیقت با این مشترک نیست. همونایی که در حقیقت باقی میمونه جواب مسئله است، یکی عدد 7، یکی عدد چی هست بچه‌ها؟ منفی 3. پس در حقیقت جوابی که اینجا ما باید بنویسیم 7 و چی هست بچه‌ها؟ 7 و منفی 3 هست حاصل این. که دانش آموز اگه زرنگ باشه میاد چیکار میکنه؟ همینجا هم میتونی اینو در حقیقت بنویسی. اینا رو میای عضوا رو خط میزنی، عضوای سی رو که مال مجموعه دوم هست، مشترکای اینم با این در حقیقت حذف میکنی. منهای 8 و 4 ببین توی این هست، اونایی که باقی میمونه 7 و چی هست بچه‌ها؟ 7 و منفی 3 هستش. اینم از این. بیایم پایین بچه‌ها، خیلی در حقیقت سوال مهمی هست تفاضل. توی تفاضل دومی رو خط میزنی، هر چی هم که مشترک هست این با این باید چیکار بکنی؟ از این کنار بذاری، که اینجا ما دیدیم که در حقیقت این کلش خط خورد و 4 و منفی 8 هم که توی این بود از مجموعه اول خط خورد و اون چیزهایی که باقی مونده بود 7 و منفی 3 جواب سوال شدش. بیایم پایین. یکی بحث چیه بچه‌ها؟ بحث هاشور زدن هستش. گفته با توجه به شکل قسمت مربوط به چی رو بچه‌ها؟ میگه آ اشتراکش با بی، اجتماعش با سی رو میگه چیکار بکنید؟ هاشور بزنید. یه همچین چیزی بهتون داده، میگه چیکار بکنید؟ اینو هاشور بزنید. خب دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها. ما الان وقتی که اینو میبینیم، اولین چیزی که میریم سراغش سراغ پرانتز دیگه، اولویت با پرانتز هستش. خب میگه قسمت مشترک A و B رو شما بیا چیکار بکنید؟ رنگ بکنید. بیا قسمت مشترک A و B میشه اینجا، میبینی قسمت مشترک A و B میشه اینجا. خب حالا میگه اجتماع این با C. خب الان این چیزی که شما اینجا رنگ کردی یعنی C هم میگه بهش چی بشه بچه‌ها؟ C هم بهش اضافه بشه. اینم مجموعه C به این صورت این شکلی میشه. خب الان اگه ما بخوایم اینو جمع و جورش بکنیم در حقیقت فرم هاشور خورده کلیشو بنویسیم به این صورت، نگاه بکنید این مجموعه A هستش، این مجموعه B هستش، این هم مجموعه چی هستش؟ مجموعه C هستش. فرم در حقیقت نهایی و کشیده شدن نهایی، هاشور خوردن نهایی همچین حالتی هستش که اینقدر رو باید چیکار بکنید بچه ها؟ هاشور بزنید. به این صورت هستش. این هم از این سوال. بریم سراغ سوال بعدی بچه ها. سوال بعدی چی میگه؟ این تیپ سوال هم سوال مهمیه. دقت بکن ببین چی داره میگه. میگه با توجه به معلومات زیر داخل مربعها رو با عددهای مناسب چیکار بکنید؟ پر بکنید. یه همچین چیزی بهتون داده، قراره که شما داخل این مربعها رو با توجه به اطلاعاتی که اینجا بهتون داده بیایم چیکار بکنیم؟ حساب بکنیم. یه یادآوری من براتون کنم بچه‌ها. وقتی که میگفتیم ای منهای بی، اگه خاطرتون باشه ای منهای بی
یعنی فقط آ، فقط آ میشد اینجا دیگه، یعنی قسمت مشترکشون هم نباشه. خب اینجا هم اگه ما بخوایم چیکار بکنیم، بی ام ان های آ رو یادآوری کنیم بهتون، بخوایم بی ام ان های آ یا بی ام ان های ای رو بهتون یادآوری کنیم، بی میگه فقط من، فقط بی میشه اینجا، درسته؟ پس ما توی در حقیقت معلوماتی که اینجا اول به ما ای ام ان های بی رو داده با این قسمت کار داریم، وقتی که گفته بی ام ان های آ ما با این قسمت کار داریم. خب حالا اینو من براتون پاک میکنم، اینو به عنوان یادآوری براتون نوشتم، حالا ببینیم که چجوری باید اینا رو ما چیکار بکنیم، پر بکنیم. خب الان اگه اینجا رو نگاه بکنید، این A باشه، این B باشه، این اگه A باشه، این اگه B باشه، این یه مربع خالی، این یه مربع خالی، این یه دونه قسمت مشترکشونه، دو تا هم اینجاست. خوب دقت بکنید ببینید چی میگه. وقتی که میگه ام ان های بی 3 و 4، ام ان های بی چی؟ 3 و 4. خب ام ان های بی مگه فقط آ نمیشه مربوط به این قسمت؟ پس 3 و 4 رو شما اینجا میذاری تو قسمتی که مربوط به فقط قسمت آ هستش. بی ام ان های آ گفته چیه بچه‌ها؟ بی ام ان های آ گفته 7 و 5. خب بی ام ان های آ یعنی فقط بی، یعنی فقط این قسمت. خب دو تا جا خالی داره، اینجا هم 7 و 5 رو به ما داده. 7 و 5 رو شما میاری چیکار میکنی؟ اینجا مینویسی. از طرفی میگه آقا این دوتا مجموعه A و B که شما داری، اجتماعشون، تجمعشون و همه در حقیقت اعضا باید چی باشه؟ بشه 2, 3, 4, 5 و 7. خب پس اجتماعمون باید چی بشه بچه ها؟ 2, 3, 4, 5 و 7. خب الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید، 3 و 4 رو که ما داریم از بین این 5 تا، 7 و 5 هم که داریم، پس 3 و 4، 7 و 5 رو هم داریم. اون چیزی که در حقیقت باقی میمونه و تجمع رو مساوی در حقیقت این قسمت میکنه، به ناچار در حقیقت قسمت مشترک باید عدد چی باشه؟ اینجا باید عدد 2 باشه که تجمع A و B یا همه در حقیقت این اعدادی که داخل A و B هستن، این مجموعه اجتماع رو به من بدن. پس به این ترتیب اومدیم فقط A 3 و 4 رو گذاشتیم، فقط B 7 و 5 رو گذاشتیم و در حقیقت همه اینا چون باید با هم دیگه این رو به ما بدن، ما میدونیم که 3 و 4 و 5 و 7 رو که داشتیم طبق چیزی که گفتم، اینجا یه دونه 2 باقی میمونه که این جا خالی وسط رو هم عدد چند میذاریم بچه ها؟ عدد 2 میذاریم. اینم از این. بیام پایین. خب نگاه بکنید بچه ها، سوالی که در حقیقت اینجا مطرح شده مربوط به چی هستش؟ مربوط به فصل دوم میشه. در حقیقت سوالاتی که مربوط به فصل دوم میشه، باز درستی یا نادرستی عبارت زیرو میگه چیکار بکنید؟ مشخص بکنید. این بچه های نکته خیلی مهم داره که من به بچه ها میگفتم همیشه سر کلاس، میگفتم آقا قدر مطلق ایکس به توان 2، یه حرفی به توان 2، این برابر است با، عذرخواهی میکنم بچه ها، رادیکال ایکس به توان 2، یعنی همچین چیزی اگه شما داشته باشی، این مساوی است با قدر مطلق ایکس. خب بعضیا در حقیقت اشتباه میکنن اینو، فکر میکنن که مثلا ایکس به توان 2 برابر با ایکس میشه، میان میگن چی؟ توان 2 با رادیکال از بین میره، اینی که زیر در حقیقت رادیکاله آزاد میشه میاد بیرون. بله همچین چیزی درست هست، اما استدلال کاملش به این صورته. شما میای چیکار میکنی؟ توان رو، یعنی توان 2 رو با این رادیکال حذفش میکنی. خب اون چیزی که آزاد میشه میاد بیرون، اینجا یه دونه ایکس آزاد میشه میاد بیرون بچه ها. خب منتها حواست باشه با قدر مطلق میاد بیرون. خب این نکته مهمی بود که من مفصل راجبش توی حالا کلاس صحبت کردم با بچه ها. پس اینی که گفته همواره، همواره یعنی همیشه دیگه، مقدار ای به توان 2 برابر ای، یعنی داره این خبر رو بهت میده، میگه ای به توان 2 مساوی چیه؟ مساوی ای هستش. من میگم نه، این چیه بچه ها؟ این نادرسته. چرا؟ چرا نادرسته؟ به خاطر اینکه ما میدونیم وقتی که این در حقیقت قرار آزاد بشه بیاد بیرون، این توانه با این رادیکال میپره، این ای که از زیر رادیکال قرار آزاد بشه بیاد بیرون، به صورت قدر مطلق ای باید بیاد بیرون، نه به صورت در حقیقت ای. پس این در حقیقت چیه؟ غلط هستش. بیاین پایین.
بیایم پایین ادامه سوالات رو با هم دیگه ببینیم. باز در حقیقت سوالی که در حقیقت اینجا مطرح شده ما در موردش جزوه صحبت کردیم. بهتون گفتم که مثلا وقتی که دوتا عدد بهتون میده، مثلا میگه دوتا عدد گویا داریم، دوتا عدد گنگ داریم، خب بین اینا مثلا میخوایم عدد معرفی بکنیم. خب من 3-4 خط بود تو جزوه گفتم که وقتی که اینو میگه شما در حقیقت جواب بیشمار رو باید بذاری. مثلا الان اینجا به شما گفته که بین هر دو عدد گویا میتوان تعداد جای خالی عدد گویای دیگر چیکار کرد؟ پیدا کرد. وقتی که میگه بین دو تا عدد گویا، پس این نشون میده یکی از عددها کوچیکتره و یکی از عددها بزرگتره. حالا فاصله بین در حقیقت این دو تا عدد، ما میتونیم بیشمار اعداد گویای دیگه چیکار بکنیم؟ معرفی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت فاصله بین دو تا عدد گویا که یکیش کوچیکتره یکیش بزرگتره، این فاصله بین اینا بیشمار عدد گویا میتوان چیکار کرد بچه‌ها؟ نوشت. پس در حقیقت جوابی که برای این باید در نظر بگیریم جواب چی هست؟ جواب بیشمار هست. سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم. باز چقدر من تاکید میکردم راجع به اینا، دقت بکنید اینجا رو بهمون چی گفته. گفته رادیکال 1 منهای رادیکال 5 به توان 2. این میدونی در حقیقت کاربرد چی رو داره بهت میگه؟ نگاه بکنید اینجا رو. ما میگفتیم x به توان 2 وقتی داشتیم این x قرار بود آزاد بشه بیاد بیرون به صورت قدر مطلقی میومد بیرون، درسته؟ یادتون میاد؟ خب اینم همینو داره میگه. یا آقا اگه یه چیزی اینجا شما داشتی به توان 2 رسید، یه رادیکال روش بود، شما وقتی که میخوای در حقیقت اینی که این پایه هست این پایین هستش آزادش کنی بیاری بیرون به صورت قدر مطلقی میاد بیرون، میگه آقا توان 2 با این رادیکاله میپره، این 1 منهای رادیکال 5 باید آزاد بشه بیاد بیرون. خب این 1 منهای رادیکال 5 باید چی بشه بچه‌ها؟ آزاد بشه بیاد بیرون. 1 منهای رادیکال چی؟ 5. منتها باید قدر مطلق بعد براش بذاری که این از زیر در حقیقت رادیکال آزاد بشه بیاد بیرون. خب بهتون گفتم بچه‌ها وقتی که در حقیقت با قدر مطلق طرف هستین، اون چیزی که اهمیت داره تعیین علامت داخل در حقیقت قدر مطلقه، که ببینید که مثبت هست یا منفی هستش. این علامته برامون مهمه. رادیکالای معروف من تو کلاس به بچه‌ها در حقیقت گفتم، رادیکال 2، رادیکال 3، در حقیقت رادیکال 5، رادیکال 6، رادیکال 7، رادیکال 8، رادیکال 10، اینا رو چیکار کنید؟ حفظ باشید. شما هم مقدار تقریبی اینا رو چیکار کنید بچه‌ها؟ حفظ باشید. الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید، مثلا بچه‌ها عدد رادیکال 5 تقریبا چقدره؟ تقریبا 2.2، درسته؟ اگه شما 1 رو منهای 2.2 بکنید، این تقریبا میشه منهای 1.2. خب اون چیزی که اینجا برای ما اهمیت داره اینه که حاصلی که اینجا منهای 1.2 علامتش علامت چیه بچه‌ها؟ علامتش علامت منفی شد. خب وقتی که شما علامت اینو متوجه شدی که داخلش چی هستش، فقط با علامتش کار داری، دیگه با چیز دیگه کاری نداری. خب بچه‌ها وقتی که در حقیقت ما با قدر مطلق طرف هستیم، داخل قدر مطلق وقتی که مثبت هست، قدر مطلق رو حذف میکنی، اینو همین جوری که هست میاری اینجا میشونی بدون قدر مطلق. اما وقتی که داخل شما اطلاع دارید که در حقیقت این علامتش علامت منفی هست، اون چیزی که در حقیقت باید بیاد بیرون باید قرینه شده این بیاد بیرون. این قرینه هم روی 1 تأثیر میذاره، هم روی منهای رادیکال 5. قرینه 1 بچه‌ها میشه منهای 1، قرینه منهای رادیکال 5 میشه مثبت رادیکال 5. بعد جوابمون به این صورته، منهای 1 به علاوه رادیکال 5 میشه این گزینه. ببین منهای 1 به علاوه رادیکال 5 میشه این گزینه. خب خیلی مهمه ها، منتظر اومدن همچین سوالی در حقیقت توی امتحانتون باشید. قسمت ب رو اگه ما نگاه بکنیم بچه‌ها، قسمت ب رو اگه ما نگاه بکنیم، حاصل عبارت مقابل کدام است؟ باز بحث قدر مطلقه. بهمون گفته بچه‌ها چی؟ گفته منهای 8 اگه ضرب در چی بشه 2 بشه به علاوه 5 بشه، حاصل برابر چی میشه؟ خب اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، ما میدونیم اولویت تو محاسبات اول با ضرب دیگه، یعنی ضرب جلوتر از جمع. منهای 8 اگه ضرب در 2 بکنید میشه منهای 16، درسته؟ خب منهای 16 رو اگه با 5 اگه ما بیایم جمع بکنیم، کل این برابر چی میشه بچه‌ها؟ برابر منهای 11 میشه. پس الان اینجا ما داخل قدر مطلق یه دونه منهای 11 داریم، درسته؟ خب ما میدونیم هر چیزی که داخل قدر مطلق قرار میگیره وقتی میخواد بیاد بیرون به صورت مثبت میاد بیرون. یعنی منهای 11 که اینجا داری وقتی که میخوای بدون قدر مطلق بنویسیش به صورت 11 مینویسیش. اگه داخل قدر مطلق خود 11 بود که قدر مطلق رو حذف می‌کنی،
11 میاد بیرون. اما اینجا که منهای 11 قدر مطلق مثبتش میکنه و اینو به صورت چی میکنه؟ در حقیقت مثبت میکنه و بیرون میده. باز سوال بعدی رو اگه نگاه بکنید، ببینید بچه‌هایی که حالا تو کلاس ما بودن میبینن اینا همه اینا توی جزوه کامل گفته شده، یعنی همه اینا براشون آشناست. میگه بین دو عدد رادیکال 5 و رادیکال 8 میگه دو عدد گنگ بنویسید، رادیکال 5 و رادیکال چی بچه‌ها؟ رادیکال 8. خب ما میدونیم که در حقیقت عدد گنگی که میخوای معرفی بکنی جذر کامل نباید داشته باشه دیگه. خب الان اگه شما نگاه بکنی وقتی میگه بین رادیکال 5 و رادیکال چی و رادیکال 8، خب یعنی کوچیکه اینه، بزرگه اینه، بین این ما میخوایم دو تا عدد در حقیقت گنگ چیکار بکنیم؟ درج کنیم. اولین چیزی که به ذهنت میرسه رادیکال 6 و رادیکال چی هست بچه‌ها؟ رادیکال 6 و رادیکال 7 هست. این دو تا عدد گنگی که از ما خواسته مثال زدیم. خب حالا شما میتونیم مثلا اینجا به جای این بنویسی رادیکال 6 و 1/10، مثلا اینو بنویسی رادیکال 6 و 1/10 بنویسی، مثلا بنویسی رادیکال 6 و 2/10، یا مثلا به جای این رادیکال 7 بیا بنویسی رادیکال مثلا 7 و 1/10، رادیکال مثلا 7 و 4/10. اینا هم همه چی هن؟ اعداد گنگن، یعنی بی شمار ما میتونیم برای این جواب در نظر بگیریم. اما اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که فاصله بین 5 و 8 در حقیقت 6 و 7 رو چیکار بکنیم بچه‌ها؟ معرفی بکنیم. اینم از این. بریم سراغ قسمت ب. بهمون چی گفته؟ گفته که بینه 2/5/6، بین 2/5/6 دو کسر چیکار بکنید؟ بنویسید. باز مفصل راجع به اینا صحبت کردیم. بیایم بریم روی صفحه سفید براتون اینو توضیح بدم. بین 2/5/6 بیایید اینجا، بین 2/5/6، بین 2/5/6 گفته که دو تا کسر چیکار بکنید بچه‌ها؟ معرفی بکنید. خب الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید، اولین کاری که ما اینجا میکنیم اینه که یه مخرج مشترک بین اینا میگیریم. بین اینا مخرج مشترکی که میگیری عدد 6 هست دیگه. خب ما الان اینو بیام چیکار بکنیم؟ بازنویسی کنیم این کسرا رو، به این صورت در میاد. خب این که خودش مخرج 6 هستش، پس همین 5/6. خب این الان 3 بخواد به 6 برسه این باید تو 2 ضرب بشه، پس این 2 هم تو 2 ضرب میشه، میشه 4، میشه 4/6. خب الان مگه قرار نبودش که بچه‌ها ما بین این دو تا بیایم کسر معرفی بکنیم؟ خب الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید صورت اینا از هم دیگه بچه‌ها فاصله نداره، یعنی بین 4 و 5 من نمیتونم عدد معرفی بکنم، پس ناچار هستیم تو قدم بعدی طبق چیزایی هم که براتون گفتم بیان چیکار بکنید؟ این کسرا رو بازنویسی بکنید به یه کسرای دیگه که صورتاشون اصلا فاصله بگیره من بتونم عدد بین اینا معرفی بکنم. چون تو صورت سوال بهت گفته دو تا کسر، شما صورت و مخرج این کسرا رو تو عدد 3 ضرب میکنی. وقتی تو عدد 3 ضرب بکنی اتوماتیکوار دو تا کسر به تحویل میده. اگه تو صورت سوال بهت گفته بود 3 تا کسر بین اینا معرفی بکن، صورت و مخرج اینا رو توی 4 ضرب میکنی، اتوماتیکوار 3 تا کسر بین اینا به چیکار میکنه؟ تحویل میده. الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنی، چون تو صورت سوال به ما گفته چی؟ به ما گفته دو تا کسر، پس ما باید صورت و مخرج اینا رو تو عدد 3 ضرب کنیم. ببین صورت و مخرج این تو 3 ضرب میشه، صورت و مخرج اینم تو چی ضرب میشه بچه‌ها؟ توی 3 ضرب میشه. حالا اینا رو اگه ما بخوایم بنویسیم 4 3 تا میشه 12 تا، 6 3 تا میشه 18 تا، کسر بعدی 5 3 تا میشه چند تا؟ میشه 15 تا، 6 3 تا هم میشه چی بچه‌ها؟ میشه 18 تا. حالا الان اگه نگاه بکنی صورت‌های اینا اصلا فاصله گرفت، یعنی بین 12 و 15 در حقیقت شما میتونی عدد معرفی بکنی. نگاه بکنید اینجا رو، اولی باشه 12/18، بعدی میشه چی بچه‌ها؟ بعدی میشه 13/18، بعدی میشه 14/18 و بعدی برابر چی میشه بچه‌ها؟ و بعدی برابر 15/18 میشه. اون دوتا کسری که بهتون گفتم به صورت اتوماتیک وار بین اینا ایجاد میشه این دوتا کسره، یعنی 13/18 و 14/18 دوتا کسری هستش که به صورت اتوماتیک بین اینا چی شد؟ ایجاد شد و جواب مسئله هستش. بیایم اینجا رو نگاه کنیم. پس در حقیقت جوابی که اینجا ما داریم یه دونه 13/18 و یه دونه چی هستش؟ یه دونه 14/18 هستش. سوال بعدی رو نگاه کنیم. جلسات ابتدایی چقدر ما در حقیقت راجع به اینا با هم دیگه صحبت کردیم. یه دونه مجموعه بهتون میده، مثلا بهت گفته ایکس ها عضو آر باشه و در حقیقت این نامساوی برقرار باشه. بریم سراغ در حقیقت اینجا روی صفحه سفید براتون اینو نشون بدم، ببینید که رسمش به چه صورتی در حقیقت انجام میشه. دقت بکنید اینجا رو، یه مجموعه بهمون داده
گفته ایکسای عضو آر به طوری که این نامساوی رو ما داشته باشیم. اگه خاطرتون باشه بهتون گفتم که یه دونه محور شما میکشید. الان اگه اینجا رو نگاه بکنیم منهای دو رو اینجا نشون میدیم، منهای یک، منهای دو. منهای دو رو اینجا چیکار میکنیم بچه ها؟ نشون میدیم. الان اگه اینجا رو نگاه بکنید بچه ها، این دهانه این نامساویه به سمت عدد هستش. بهتون میگفتم اگه دهانه این نامساویه بچه ها به سمت حرف بود میرفتی به سمت بی نهایت سمت راست، اما اگه به سمت عدد بود این عدده رو که اینجا نشون دادی باید بری به سمت بی نهایت سمت چی بچه ها؟ به سمت بی نهایت سمت چپ. از اونجایی که این مساوی هم نداره این توخالی را دایره رسم میشه. اگه اینجا این مساویه رو داشت این دایره باید توپر رسم میشد، اما چون اینجا این در حقیقت مساویه رو نداره دایره به صورت توخالیه، و چون به سمت این نامساویه به سمت عدد هست ما اینو به سمت چپ میریم، یعنی بی نهایت سمت چپ. بچه ها حواستون هم باشه چون اینجا گفته ایکسای عضو آر، این قسمتی که روی در حقیقت محور هاشور میزنی حالت پیوسته داره، حالت نقطه نقطه‌ای نیستش. اگه اینجا مثلا گفته بود ایکس عضو چه میدونم مثلا زد باشه، این حالت نقطه نقطه‌ای اینجا پیدا میکرد، یعنی اگه میگفت جزء اعداد صحیح باشه. اما چون گفته که عضو آر باشه، راجع به اینا مفصل صحبت کردیم، باید به صورت پیوسته اینو چیکار بکنید؟ هاشور بزنید. پس اینا در حقیقت چی میشه بچه‌ها؟ ایکساییه که کمتر از منفی دو رو داره چیکار میکنه به ما نشون میده. این از این. بیایم سراغ بعدی بچه ها، بیایم سراغ سوال بعدی که اگه بخوام اینجا هم روی محور اینو برات نشون بدم این میشه از منفی دو اینجوری میره به سمت این طرف، یه همچین حالتی میشه. خب سوال بعدی رو نگاه کنید، میگه اگر A مساوی منهای دو، B مساوی سه و C مساوی هفت باشه. A مساوی چی؟ منهای دو. B مساوی چی؟ B مساوی 3 و C مساوی 7 باشه، حاصل عبارت زیر رو چیکار بکنید؟ به دست بیارید. خب الان این عبارتی که اینجا به ما داده بچه ها، عبارتی که اینجا به ما داده به این صورت هستش، دقت بکنید. گفته قدر مطلق 2A منهای B به علاوه C منهای چی بچه ها؟ به علاوه C منهای A. خب اینجا هر چی به شما داده میای اینجا جاگذاری میکنیم. A رو داده منهای دو، میای اینجا به جای A میذاری منهای دو. خب B رو بهت داده چند؟ B رو بهت داده عدد 3، به جای این میذاری عدد 3. خب الان اینجا رو نگاه بکنی C رو بهمون چند داده؟ C رو بهمون داده عدد 7 و A رو بهمون داده چی بچه‌ها؟ A رو بهمون داده منفی 2. خب شما الان اگه بخوای اینو چیکار بکنی بنویسی به این صورت در میاد. دقت بکنید اینجا رو، الان یه دونه دو داری توی منفی دو ضرب میشه، این میشه منهای چهار بچه ها. ببین دو توی منفی دو ضرب میشه میشه منهای چهار. یه منها داری یه سه اینجا داری میشه منهای چی بچه ها؟ منهای سه. میذاریمش اینجا به علاوه، خب اینجا رو ببینید بچه ها، هفت منهای منهای دو. نگاه بکن هفت منهای منهای دو به این صورت چی میشه بچه ها؟ در میاد. خب اینو بیایم ساده سازی بزنیم ببینیم چه جوری میشه. این الان نگاه بکنی حاصل این میشه منفی 7، منهای 4 منهای 3 میشه منهای 7. اینجا رو یه تعیین علامت بزنی میشه مثبت، 7 و 2 رو جمع بزنی میشه چی بچه‌ها؟ میشه 9. درسته؟ خب پس الان اون چیزی که من باهاش طرف هستم یکی قدر مطلق منهای 7 هستش و یکی قدر مطلق عدد 9. دقت بکن، قدر مطلق منهای 7 به علاوه قدر مطلق 9، داریم جواب این سوالو میدیم دیگه. خب بچه‌ها قدر مطلق منهای 7 میشه 7 مثبت دیگه، قدر مطلق 9 هم که خود 9 میشه، 7 با 9 اگه جمع بکنی برابر 16 میشه. پس حاصلی که در حقیقت این به ما میده حاصل عدد چی هستش بچه‌ها؟ عدد 16 هستش. اینم از این. حواستون به این سوالای قدر مطلقی هم که میاد به جای در حقیقت A و B و C و اینا عدد بهتون میده، حواستون به این مدل سوالا باشه. سوال 13 رو بچه‌ها با هم دیگه ببینیم. باز تیپ سوالیه که خیلی روش تاکید داشتیم، میگه منفی 3 به علاوه چی بشه بچه‌ها؟ به علاوه رادیکال 11 بشه، به توان 2 برسه، حاصل این برابر چی میشه؟ حاصل این برابر این میشه که اینجا مینویسم. دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها، توان 2 این با رادیکال این میپره، این به صورت قدر مطلقی میاد بیرون، منهای 3 به علاوه رادیکال چی بچه‌ها؟ به علاوه رادیکال 11. خب بچه ها ما الان باید چیکار بکنیم؟ داخل اینو تعیین علامت کنیم ببینیم داخل قدر مطلق مثبت یا منفیه. خب بچه ها رادیکال 11 قطعا عددی بزرگتر از 3 هستش دیگه، درسته؟ مثلا اگه رادیکال 10 تقریبا 3 و 1 دهم باشه
مثلا چه میدونم رادیکال 11 مثلا باشه 3.2 مثلا، دیگه تقریب داریم میزنیم دیگه. خب از کجا فهمیدم رادیکال ده مساوی 3.1؟ اول از اینکه من بچه ها گفتم اینو حفظ باشید، اگرم نبودی میگی رادیکال 9 که 3، پس اینکه رادیکال 10 هستش پس میشه 3.1 بیشتر، میشه 3.1. رادیکال 11 که از رادیکال 10 بزرگتره، از بالایی که 3.1 یک کوچولو بزرگتر برای این در نظر گرفتم، شده 3.2. خب الان شما بخوای علامت این داخل رو بچه ها مشخص بکنید، میای میگی خب اینجا این الان برابر 3.2 هستش. خب منهای 3 اگه جمع بشه با 3.2 بچه ها میشه 2 مثبت دیگه، درسته؟ پس اون چیزی که در حقیقت هستش، من متوجه شدم داخل این قدر مطلق در حقیقت علامت چی داره؟ علامت مثبت داره. خب این کارایی که اینجا بهت گفتم و ذهنی باید یک گوشه انجام بدی، خب فقط علامت اون داخل به درد ما میخوره. الان که داخل قدر مطلق در حقیقت مثبت شد، شما قدر مطلق رو حذف میکنی، اینو هرچی هست همینجوری برمیداری منتقل میکنی میذاری بیرون، میشه منهای 3 به علاوه چی؟ به علاوه رادیکال 11. تو سوالات قبلی ما دیدیم وقتی که در حقیقت بالاتر علامت منفی داخل قدر مطلق بود، ما وقتی که میخواستیم بیاریمش بیرون قرینه میکردیم هر آنچه داخل قدر مطلق بود، دو تا جمله داشت دوتاشو قرینه کردیم، اما چون اینجا داخل قدر مطلق مثبت هست قرینش نمیکنی، هرچی داخل این هست برمیداری میاری بیرون مینویسی. سوال 14 رو بچه ها با هم دیگه ببینیم، سوال 14 رو با هم دیگه ببینیم، مربوط به فصل چی میشه؟ مربوط به فصل سوم میشه. دقت بکنید اینجا رو، میگه هر دو مستطیل، بحث تشابه ها خیلی صحبت کردیم با بچه ها در مورد اینا، دقت بکنید اینجا رو، و بچه هایی هم که حالا شاید تو مدرسه بودن در حقیقت حالا یه چیزایی آشنایی با این داشته باشن. میگه گفته که هر دو مستطیل دلخواه متشابهن. غلطه بچه ها، غلطه. من گفتم که هر دو مستطیلی که در حقیقت اضلاع متناسبی با هم دیگه داشته باشن متشابهن، پس هر دو مستطیل دلخواه در حقیقت چیه؟ متشابه نیستن. مورد بعدی دقت بکن، این از همون سوالایی هستش که توی قسمت اول یه صحبتایی باهات میکنه، بعد یه در نتیجه میزنه، یه نتیجه میگیره، ما میخوایم ببینیم این استدلال درستی هست یا نه. دقت بکن ببینیم اطلاعاتی که به ما داده چیه. میگه آقا در هر مربع ضلع‌ها با هم برابرن. خب ما میدونیم دیگه، بله تو هر مربع ضلع‌ها با هم برابرن. میگه در چهار ضلعی ABCD، یعنی داره از یه چهار ضلعی باهات صحبت میکنه که ضلع‌هاش با هم برابر نیستن. خب بعد اینجا نتیجه گرفته که اون چهار ضلعیه که داشته ازش اینجا صحبت میکرده، گفته این چهار ضلعیه مربع است. خب این چه استدلال درستیه؟ خب ما میدونیم مربع همه ضلع‌هاش با هم برابرن، بعد خودش داره میگه این چهار ضلعیه ضلع‌هاش با هم برابر نیستن، بعد چجوری میشه نتیجه گرفت این چهار ضلعیه مربعه که همه ضلع‌هاش با هم برابر نیستن؟ پس این استدلال چیه بچه‌ها؟ استدلال غلطی هستش، استدلال نادرستی هستش. قسمت پ رو نگاه بکنید، میگه در هر مثلث محل برخورد سه ارتفاع همیشه بیرون مثلثه. ببین سوالای امتحان نهایی ها، میبینی میگه در هر مثلث محل برخورد سه ارتفاع همیشه بیرون مثلثه، اینم غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه من در حقیقت به بچه‌ها گفتم محل تلاقی ارتفاع میتونه داخل مثلث و میتونه روی مثلث باشه، همیشه اینجوری نیستش که محل تلاقی سه تا ارتفاع بیرون مثلث باشه. پس در حقیقت این هم در حقیقت داره چیکار میکنه؟ یک جمله نادرست رو به ما نشون میده. مثلا اگه شما یه مثلث این شکلی بیای بکشی، این یه دونه ارتفاعش باشه، این یه ارتفاعش باشه، اینم یه ارتفاعش باشه، محل تلاقی اینا میفته داخل مثلث نه بیرون مثلث. پس ما یه مثالی میتونیم بزنیم که در حقیقت اینو کلیت اینو از بین ببره. پس به این ترتیب توی این قسمت همه اینا به صورت نادرست در اومد. بیاین پایین بچه‌ها، میگه جاهای خالی را با کلمات مناسب چیکار بکنید؟ پر بکنید. دقت بکنید اینجا رو، راجع به اینا صحبت کردیم توی اون قسمت اثبات و اینا بود که اینا رو اثبات میکردیم، اینجا اومده چیکار کرده؟ یه قسمتی از اون رو در حقیقت نتیجه اون سوالا رو ازت پرسیده. میگه در هر دایره کمانهای نظیر وترهای مساوی برابر هستند. میدونی چی داره میگه؟ خب سوال 15 نگاه بکنیم اینجا رو، قسمت الفش رو نگاه بکنیم، سوال 15. بیام روی صفحه دیگه من براتون اینجا اینو بکشم، دقت بکنید اینجا رو. ببینید این دایره‌ای که اینجوری ما میکشیدیم، مثلا میگفتیم این باشه وتر AB، خب این باشه وتر چی بچه‌ها؟ این باشه وتر CD. خب حالا الان توی این سوال داره به شما چی میگه؟ توی این سوال داره میگه که آقا ما
این وترها رو وترهای برابر در نظر میگیریم. خب یعنی فرض سوال بهتون گفته که وتر آب با وتر سده با هم دیگه چی هن بچه ها؟ برابر هستن. خب بعد اون چیزی که در حقیقت بهتون گفته، گفته کمانهای نظیر اینا، این میشه سی دی، میشه کمان نظیر این، این کمان هم که کمان آبیه میشه نظیر این. خب ما میدونیم که در حقیقت کمانهای نظیر وترهای برابر با هم برابرن، یعنی این دوتا وتر چون با هم برابر هستن، این دوتا که کمانهای نظیرشونن هم با هم دیگه برابرن، یعنی اگه اینا وترها باشن با هم دیگه برابر باشن، کمان آبم با کمان سده با هم دیگه چیان؟ برابر هستن. پس به این ترتیب جواب به این صورت در میاد. پس چی گفته؟ دقت بکنید، در هر دایره کمانهای نظیر وترهای مساوی در حقیقت با هم برابرن، که اینجا داره بهت میگه این وترها، وترها با هم برابرن، در نتیجه کمانهاشون هم با هم برابرن. این اینو داره بهت میگه. خب چی گفته؟ گفته در هر مستطیل قطرها با هم برابرن. ما میدونیم دیگه توی هر مستطیل بچه ها قطرها با هم برابرن. توی پایه در حقیقت هشتم مفصل در حقیقت در مورد اینا دیدین که به چه صورتی هستش. اینا در حقیقت میشن قطرهای مستطیل که با هم دیگه چی هن بچه ها؟ برابر هستن. خب قسمت پ اون در حقیقت صحبت مقیاس و نقشه و اینا بود که با هم دیگه مثلا صحبت میکردیم، میگفتیم مثلا میگه که یک به چی، مثلا میگه یک به 10,000، مثلا 10,000، مثلا اینجا چی گفته؟ اینجا 100,000 گفته، مثلا میگه 1 به 100,000. خب ما توی این مسائل مقیاس و اینا یه مقدار نقشه داشتیم، یه مقداری بود که مربوط به نقشه است، یه مقدار واقعی هستش. یه دونه مقدار چیه؟ مقدار واقعی هستش. این چیزی که در حقیقت اینجا به ما گفته 1 به 100,000 هستش، یعنی روی نقشه 1 باشه توی واقعیت چیه بچه ها؟ 100,000 هست. دقت بکن اینجا رو، اینو اشتباه نکنی. میگه وقتی مقیاس نقشه 1 به 100,000 باشد، هر سانتی متر یعنی اینو داره میگه، این یکه، خب روی نقشه با 100,000، با 100,000 سانتی متر روی واقعیت، 100,000 سانتی متر چی بچه ها؟ واقعی، با 100,000 سانتی متر واقعی چیه بچه ها؟ برابر هستش. پس حواستون باشه، میگه هر سانتی متری که روی نقشه هست، این مقدار چیه بچه ها؟ مقدار نقشه، میگه با چی؟ با 100,000 سانتی متر واقعی چیه بچه ها؟ برابر هستش. بیایم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم. میگه آیا اثبات مسئله زیر معتبر است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. دقت بکنید اینجا رو. میگه مجموع زوایای داخلی هر چهار ضلعی 360 درجه است. خب اثباتشو به این صورت در نظر گرفته، اثباتشو به این صورت در نظر گرفته، گفته که یک مربع را در نظر میگیریم. این که گفته چهار ضلعی، اومده یک مربع را چیکار کرده؟ میگه در نظر میگیریم اینا، این میشه یه مربع. خب چون چهار زاویه دارد و هر زاویه آن 90 درجه است، مجموع زوایای داخلی این میگه چی؟ میشه 360 درجه. میگه چون این 4 تا زاویه این 90 درجه داره، جمع این 4 تا هم برابر چی میشه؟ برابر 360 درجه میشه. پس حاصل برابر 360 درجه میشه. این اثبات بچه‌ها اثبات درستی نیست. گفته که آیا اثبات مسئله زیر معتبر است؟ مینویسی خیر. چرا بچه ها معتبر نیست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما میای از یه چهار ضلعی به عنوان مربع در حقیقت نام میبری، داری از یه در حقیقت چهار ضلعی خاص استفاده میکنی. شاید اون نتیجه که از اون چهار ضلعی خاص در حقیقت شما میگیری، نتیجهشو نتونی در حقیقت گسترش بدی به چهار ضلعی های دیگه. پس متوجه شدین؟ پس این چی میشه؟ میشه خیر. چرا؟ به خاطر اینکه مربع به صورت خاص در نظر گرفته شده، مربع به صورت خاص در نظر گرفته شده. خب اینجا جا نیست من براتون بنویسم. مربع چون به صورت خاص در نظر گرفته شده و ممکن است نتایج حاصل از آن را نتونیم به چهار ضلعی های دیگه گسترش بدیم، یا اصطلاحاً به این گسترشه میگن تعمیم بدیم.
خب اینم در حقیقت یه گوشه برای خودتون بنویسید. بذار من اینجا براتون بنویسم، اینو علامت بزنم. مربع به صورت خاص در نظر گرفته شده، بذار اینو بزنم اینجا، و نتایج حاصل از آن را نمیتوان به همه چهار ضلعی ها تعمیم داد یا گسترش داد. اینم از این. بیان پایین بچه ها. ما میدونیم وقتی که یه چیزی رو قراره اثبات بکنیم و اثبات معتبری داشته باشه، مفصل راجع به اینا حالا هم تو کلاس‌های حضوری و آنلاینمون صحبت کردیم، که شما با توجه به یه فرضایی که مسئله بهت داده و با توجه به در حقیقت معلوماتی رو داری که مرتبط به این فرض هست، یه مسیری رو میری و به یه حکمی میرسی. این در حقیقت مسیر چیه؟ مسیر اثبات هست. با اینی که در حقیقت شما یه مثال خاص بزنی، مثلا اینجا گفته چهار ضلعی، بیای بگی مربع، خیر، مربع چون به صورت خاص در نظر گرفته میشه، شامل هر در حقیقت چهار ضلعی نمیشه، نمیتونی نتیجه‌ای که از این میگیری رو به چهار ضلعی های دیگه چیکار بکنی؟ تعمیم یا گسترش بدی. اینم از این. بیان پایین بچه‌ها. سوال 17. اگه خاطرتون باشه اینو من توی کلاس ها مفصل گفتم که چقدر اهمیت داره و در حقیقت توی امتحان میادش. نگاه بکن مثلا سوال امتحان نهایی بوده و اینو خیلی معلم ها در حقیقت بهش علاقه دارن، سوالات امتحان نهایی هم خیلی علاقه داره. خب این در حقیقت سوال اثبات هستش دیگه، درسته؟ میگه از نقطه M خارج از دایره دو مماس MA و MB را بر دایره رسم کرده ایم. ثابت کنید که دو مماس MA و MB با هم دیگه چی هن بچه ها؟ برابر هستن. میگه یه نقطه ای داریم به اسم M، خارج چیه؟ خارج دایره است. میگه دوتا مماس رسم کردیم، این مماس و این مماس رو میگه چیکار کردیم؟ به دایره رسم کردیم. میگه میخوایم ثابت بکنیم که این دوتا مماسی که ما از خارج دایره به اینا در حقیقت اومدیم به دایره وصل کردیم یا رسم کردیم، این دوتا با هم دیگه برابرن. بیا روی صفحه سفید اینو من براتون توضیح بدم بچه‌ها. بیا روی صفحه سفید اینو من براتون توضیح بدم. دقت بکنید. میگه آقا یه دایره ای داریم، یه نقطه خارج اینه به اسم چی؟ به اسم M. خب این میگه مماس شده به اینجا، این میگه مماس شده به اینجا. مثلا اسم اینو بذاریم A، اینجا رو اسم اینو بذاریم B. این هم دوتا شعاعه دیگه. این اگه O باشه میشه OA و چی بچه ها؟ OA و OB. خب یه دونه خط هم از اینجا به اینجا وصل میکنیم که دوتا مثلث ایجاد بشه. ما میدونیم که بحث در حقیقت هم نهشتی مثلث ها هستش دیگه، درسته؟ یه همچین شکلی به ما داده. دقت بکنید اینجا رو، یه همچین شکلی به ما داده. خب ما میخوایم اینو چیکار بکنیم؟ اثبات بکنیم که، دقت بکنید، اثبات بکنیم که این طول این مماس با طول این مماس با هم برابره. مماسایی که از این نقطه به دایره چی شدن؟ رسم شدن. بچه‌ها توی این سوال خود این گفته که این زاویه زاویه قائمه است، یعنی خودش اینو بهتون داده. خب اینجا هم بهتون گفته که زاویه قائمه است، یعنی به عنوان فرض در حقیقت اینا رو چیکار کرده؟ بهتون گفته. اگرم بهتون نمیگفت بچه‌ها، ما میدونیم که یه نکته‌ای وجود داره که شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس همیشه عموده. دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها. الان اگه ما اینجا رو نگاه بکنیم میشه شعاع دایره دیگه، درسته؟ یعنی اگه اینجا رو نمیگفت قائم است، شما خودت بهم میفهمیدی این 90ه. شعاع دایره، این میشه نقطه تماس، این خط مماسه. شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس چیه بچه‌ها؟ عموده، یعنی این برابر 90 درجه است. پایین هم اینطور. این الان شعاعه، خب این نقطه تماسه، این خط مماسه. میگه آقا این شعاعه با این خط مماسه زاویه 90 درجه میسازه. خب این از این. اما تو این سوال بهت گفته. حالا ما میدونیم تو روند اثبات یکی فرضه ما باید بنویسیم برای معلممون. فرضمون چیه بچه‌ها؟ فرضمون اینه که تو صورت سوال داده A مساوی B مساوی 90 درجه است. یه فرض دیگه هم که میتونیم داشته باشیم اینه که MA و MB دو مماس رسم شدن. دو مماس چی هن؟ دو مماس رسم شدن. خب
حکم چیه؟ حکم اون چیزیه که در نهایت باید ثابت کنیم دیگه، درسته؟ خب اون چیزی که ما باید ثابت میکردیم اینه که طول مماس بالا با طول مماس پایین با هم برابره، یعنی AM مساویه چی؟ مساویه BM یا MB، AM مساویه BM، اینو ما باید ثابت کنیم. خب میای چیکار میکنی؟ بعد از اینکه فهمیدی باید چیکار بکنی، میری سراغ در حقیقت حالتهای همنهشتی. ما میدونیم تو مثلثهای قائم الزاویه یکی وتر و یک ضلع بود، یکی وتر و یک زاویه تند، که میتونستیم همنهشتی رو چیکار بکنیم؟ ثابت بکنیم. خب آ مساوی بی مساوی 90، این به من نشون میده که مثلث در حقیقت مثلثها قائم الزاویه‌اند. خب مثلثها قائم الزاویه‌اند، این رو به من نشون میده. خب از طرفی الان اگه شما نگاه بکنید بچه ها، این OM بین مثلث بالا و پایین مشترکه، یعنی OM هم مال بالایی هم مال پایینیه. خب پس میتونی بنویسی OM مساوی OM مشترک. این OM بچه ها وتر مثلث‌های قائم الزاویه رو نشون میده. چرا؟ این مگه زاویه 90 نیست؟ روبروی زاویه 90 وتر دیگه. این مگه 90 نیست؟ روبروی زاویه 90 وتر دیگه. پس این هم وتر مثلث بالایی هم وتر مثلث پایینیه. پس این وتره پیدا شد، یعنی اینی که توی در حقیقت حالت‌های همنهشتی دنبال وتر میگشتیم، تساوی این وتره چی شد؟ پیدا شد. خب حالا الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید توی دایره شعاع همه جا با هم برابره دیگه. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی این OA باشه، این OB باشه، اینا چون شعاع دایره‌ن پس با هم برابره. OA مساوی چی بچه‌ها؟ OA مساوی OB، شعاع دایره‌ن اینا. خب از طرفی بچه‌ها OA مساوی OB، این یه ضلع از مثلث قائم الزاویه است، اینم یه ضلع از مثلث قائم الزاویه است. وتره که ثابت شده بود با هم برابرن. خب اون ضلع برابرم در حقیقت اینجا ما پیدا کردیم که OA مساوی OB هست. پس حالت همنهشتیمون میشه وتر و یک ضلع، حالت همنهشتیمون میشه وتر و یک ضلع، دو تا مثلث OAM، دو تا مثلث OAM و چی بچه‌ها؟ و OMB با هم همنهشتن و OMB با هم دیگه همنهشت هستن. اون چیزی که ما باید اثبات کنیم این هستش که بچه‌ها AM مساوی BM هستش دیگه، درسته؟ خب این AM مساوی BM رو چجوری ما میتونیم نتیجه بگیریم؟ من میگفتم باید تساوی اجزای متناظر بنویسی، یعنی اجزا رو اگه نظیر به نظیر در نظر بگیری به این تساوی شما میتونی چیکار بکنیم؟ برسید. دقت بکنید اینجا رو، بچه‌هایی که بچه کلاس من نبودن دقت بکنید اینجا رو، تساوی اجزای متناظر نوشتن یعنی چی؟ شما اگه بیا اینجا رو یه خط تا در نظر بگیری، اگه بیا اینجا رو یه خط تا در نظر بگیری، این شکل رو کاغذ بکشی، اینو یه خط تا در نظر بگیری، نگاه بکن، این ضلع یعنی OA به OB منطبق میشه. خب مثلا AM به BM منطبق میشه، که من همینو میخواستم ببینم AM به BM منطبق میشه با هم برابرن یا نه، که میبینم بله AM دقیقاً به BM منطبق میشه. یعنی چی بچه‌ها؟ AM مساوی BMه. تساوی اجزای متناظر نوشتن یعنی این که اگه من بیام اینجا مثلا یه خط تا در نظر بگیرم، این بالاییه که مماس بالاه به این پایینیه منطبق میشه، منطبق میشه یعنی با هم دیگه برابرن. اینجا ببین حکمی که میخواستم و اینجا چیکار کردم؟ در حقیقت به دست آوردم. پس اینم روش اثباته، در حقیقت یه همچین مدل سوالاتی هستش که اینجا در حقیقت از ما پرسیده بود که سوال امتحان نهایی بود. خیلی حواستون به این سوال باشه بچه ها. سوال بعدی رو نگاه کنیم، سوال بعدی رو نگاه کنیم. بذارید من زمانم یه چک بکنم ببینم ساعت چنده. خب اینجا رو نگاه کنید بچه ها. گفته در شکل زیر پاره خطی دلخواه و روی عمود منصف آن نقطه‌ای را در نظر می‌گیریم. ثابت می‌کنیم آن نقطه دارای فاصله برابر از دو سر پاره خط هست. دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها. یه همچین چیزی به ما داده. خب یه همچین چیزی به ما داده. اینو ما باید چیکار بکنیم؟ ثابتش بکنیم. یه سری چیزا رو به ما داده، یه سری چیزا هم از ما خواسته. اگه نگاه بکنید اینا به عنوان جاخالیه دیگه. اینجا در حقیقت ما باید اینو پر بکنیم. اینو من دوباره توی کلاس‌های درس مفصل راجعش صحبت کردم. دقت کنید بچه‌ها. میگه یه پاره خطی ما داریم مثل پاره خط آب اینجا. این در حقیقت پی اچی که اینجا رسم شده عمود منصفیه که اینجا چی شده بچه‌ها؟ عمود منصفی هستش که اینجا رسم شده. خب عمود منصف کارش چیه بچه‌ها؟ اول از این که
عمود میشه بعد نصف میکنه، یعنی این پی اچی که به ای بی فرود اومده بچه ها هم در حقیقت اینو نصف کرده، یعنی اینور این با اینور این با هم برابره، یعنی ای اچ مساوی بی اچه. خب که اینجا خودش تو فرض هم نوشته، میبینی ای اچ مساوی بی اچ هستش. خب از طرفی چیزهایی که ما میتونیم متوجه بشیم این هستش که این پی اچ بین مثلث سمت چپ و سمت راست چیه بچه ها؟ مشترک هستش. خب حکمی هم که در حقیقت ما باید داشته باشیم به این صورته. ببین من شکلو برات بکشم، این پاره خط آبه هستش. خب میگه آقا یه دونه خطی اینجا داریم، به این میگیم عمود منصف، هم عمود میشه یعنی این 90 درجه است، هم نصف میکنه. خب اینو اگه من اینجا رو h بیام در نظر بگیرم، اینجا رو اگه من بیام h در نظر بگیرم، خب این مثلا باشه h1، این باشه چی؟ h2. خب این عمود منصفه، هم عمود میشه هم نصف میکنه. نصف میکنه یعنی اینجا این ور این با این ور این با هم برابره. خب میگه یه نقطه مثل پی اگه شما اینجا در نظر بگیری به دو سر پاره خط وصلش بکنی، یه نقطه مثل پی خودمون دلخواه در نظر بگیریم به دو سر پاره خط وصلش بکنیم، میخوایم ثابت کنیم که ای پی یعنی فاصله این تا این سر و فاصله این تا این سر با هم دیگه چیه بچه‌ها؟ برابر هستش. خب چیزایی که در حقیقت اینجا ما داریم، فرضمون چیه؟ H1 مساوی H2 مساوی 90 خودش گفته، AH مساوی BH هستش طبق چیزی که براتون گفتم، نصف میکنه اینو و حکممون هم این هستش. خب الان ما میخوایم چیکار بکنیم؟ جا خالیای این رو بیایم پر بکنیم. از بحث هم نهشتی ما باید چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. اول از این که بچه AH مساوی BH خودش هم تو فرضا نوشته دیگه، AH مساوی BH هستش. خب H1 مساوی H2 مساوی 90، PH هم مشترکه، هم مال مثلث سمت چپ هم مال مثلث سمت راست، PH مساوی PH. خب الان اگه شما نگاه بکنی هم نشتی که ما میتونیم برای اینا در نظر بگیریم، تساوی دو تا ضلع داری، تساوی یه دونه زاویه. کدوم حالت هم نشتی بود؟ دو ضلع و زاویه بین، دو ضلع و زاویه بین، نمیدونم چرا نمی نویسه، دو ضلع و زاویه بین، این میشه اینجا به این صورت. خب بعد اینجا هم نهشتی اینا رو خواسته، AHP میشه این، AHP میشه این، و مثلث بعدی هم میشه BHP. BHP این دوتا مثلث با هم دیگه چی هن بچه ها؟ BHP و AHP با هم هم نهش هستن. در نتیجه این نتیجه رو اومده گرفته که چیه بچه ها؟ AP مساوی PB، خودش این نتیجه رو گرفته و ما جاخالی ها رو به این صورت پر کردیم. بعد اینجا اومده گفته علت این که نتیجه برای همه نقاط روی عمود منصف درست است را چکار بکنید؟ بیان بکنید. خب علت این که نتیجه برای همه در حقیقت نقاط روی عمود منصف درست است رو میگه بیان بکنید. دقت بکنید اینجا رو، این قرمز رو من بهتون گفتم عمود منصف دیگه، این نقطه پی رو اگه یادت باشه بهت گفتم دلخواه ما در نظر بگیریم. خب شما میتونی این نقطه پی رو، اینی که اینجا ما داشتیم، بیای اینجا در نظر بگیری بعد وصل بکنی به دو سر پاره خط، میتونی بیای اینجا در نظر بگیری بعد وصل بکنی به دو سر این پاره خط. میگه هر کجا این پی رو در نظر بگیری فاصله از دو سر پاره خط با هم دیگه چیه بچه‌ها؟ برابره. حالا میگه علت این چیه؟ علت این هستش که، علت این هستش که نقطه پی را، نقطه پی را دلخواه در نظر گرفتیم، نقطه پی را دلخواه در نظر گرفتیم و برای هر نقطه دلخواه روی این پایین می نویسم براتون، و برای هر نقطه دلخواه روی عمود منصف این تساوی برقرار است، این تساوی برقرار است. میگه چرا؟ میگه علت این که نتیجه برای همه نقاط در حقیقت درست است چیه؟ به خاطر اینکه نقطه پی نقطه دلخواهه، شما میتونی این نقطه رو هر جا در نظرش بگیری، چون نقطه دلخواهی هستش، برای هر نقطه ای هم که در حقیقت دلخواه روی عمود منصف رو بخوایم در نظر بگیریم، این تساوی چیه بچه‌ها؟ برقرار هستش. این از این. اینجا هم توضیحشو برات دادم، پی میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه، هر نقطه‌ای که در حقیقت روی این باشه، چون موضوع دلخواه بودن در حقیقت مد نظر هستش و اینجا هر نقطه دلخواهی داشته باشی از دو سر پاره خط به یک اندازه هستش. موضوع بعدی رو نگاه کنیم، دقت کنید اینجا رو ببین چی میگه. میگه دو لوزی متشابهن، تو تشابه گفتیم زاویه ها برابر، ازلا متناسب.
خب نسبت تشابه ازت خواسته، دقت بکنید اینجا رو، این لوزی که اینجا هست این ضلعش عدد 3 رو نشون میده، این عدد 5 رو نشون میده، این دوتا ضلع متناظر هم دیگن. گفتم نسبت تشابه که میخوای بنویسی میتونی کوچیکه به بزرگه رو بنویسی، یعنی 3/5 رو بنویسی، یا بزرگه به کوچیکه 5/3 رو بنویسی. پس این در حقیقت نسبت تشابه رو به من نشون میده، مقدار x رو از من خواسته. نگاه بکنید بچه‌ها، این زاویه‌ای که اینجا نشون داده x. خب این زاویه هم زاویه چیه بچه‌ها؟ 110 درجه هستش. ما میدونیم که در حقیقت توی لوزی زاویه‌های روبرو با هم برابرن، این الان 110 باشه اینم 110. خب الان این x که اینجا داری با این نظیر به نظیر مثل همن، متناظرن، پس x‌مون در حقیقت عدد چی در میاد؟ 110 در میاد. چون میدونیم که اگه قرار باشه لوزی ها متشابه باشن، زاویه های در حقیقت نظیر به نظیرشون باید با هم دیگه چی باشه؟ برابر باشه. پس اینم از این. بیان پایین، بیان پایین نگاه بکنید، فصل چهارم میگه درستی یا نادرستی عبارت های زیر رو چیکار بکنید؟ مشخص بکنید. الف چی میگه؟ میگه حاصل این را حساب بکنید. نگاه بکن، میگه رادیکال 4 با فرجه 3 اگه ضرب بشه توی رادیکال 16 با فرجه 3، حاصل میگه برابر عدد چی میشه؟ عدد 8 میشه. خب اگه شما بیایید این در حقیقت ضرب و انجام بدین بچه ها، این 16 4 به توان 2ه، درسته؟ این 4 به توان 1ه، میبینی؟ این دوتا رو با هم دیگه ضرب بکنیم، این فرجه ها یکیه، یه رادیکال می نویسم فرجه شو می زارم، 4 به توان 1 ضرب در 4 به توان 2 میشه 4 به توان 3، درسته؟ این در حقیقت رادیکالی که فرجه 3 داره با این توان 3 میره، یه دونه 4 اینجا میمونه، پس حاصل برابر 4 میشه نه 8 که اینجا نوشته. پس این برابر چی میشه بچه‌ها؟ نادرست میشه. خب بریم سراغ بعدی. دقت بکنید، ضخامت یک برگه کاغذ حدود این عددی که اینجا نوشته به این صورت، خب سانتی متر است. میگه با نماد علمی آن را چیکار کنیم؟ به این صورت باید چیکار بکنیم؟ نمایش بدیم. بچه‌ها ما میدونیم که توی در حقیقت بحث نماد علمی، وقتی سوالایی داری که اعشار این شکلی داره، یعنی فرم این شکلی داره، یه دونه ممیز داری 0 0 0 بعد همینجوری این تکرار میشه. خب توی همچین حالتی شما کاری که باید بکنی این هستش، این عددی که در حقیقت اینجا داری به جز 0 1 و 6 دیگه، درسته؟ شما اینو به صورتی می‌نویسی که از سمت چپ یه رقم اعشار خورده باشه، یعنی این 16 رو می‌نویسی 1.6 ضرب در 10 می‌کنی. خب تو چنین حالتی که یه همچین شکلی داره، خب شما باید توان 10 رو منفی بذاری. خب 10 رو می‌نویسی پایه، ببین دو تا صفر اینجا داری یه صفر اینجا، یعنی قبل ممیز و بعد ممیز، می‌بینی دو تا اینجا داری یه دونه هم اینجا داری، رو هم دیگه میشه 3 تا. حواست هم باشه توان این باید منفی باشه تو چنین حالتی، میشه 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 3. این چیزی هم که این اینجا به داده همینه، 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 3. پس این در حقیقت داره یه عبارت درست رو به من نشون میده. سوال 21 رو اگه ما نگاه بکنیم، ببین چی میگه بهمون توی بحث توان ها. گفته که الف رو با توان منفی بنویس، ب رو با توان مثبت بنویس. نگاه بکنید اینجا رو بچه‌ها، این الان 25/100 دیگه به صورت اعشاری نوشته شده. خب ما میخوایم اینو چیکار بکنیم؟ به صورت کسری بنویسیم. خب الان شما اگه نگاه بکنید اینجا رو، 25/100 بچه‌ها توانش چیه؟ توانش 1ه. خب گفته الف رو با توان چی بنویس؟ با توان منفی بنویس. ما میدونیم جای صورت و مخرج اگه با هم دیگه چی بشه بچه‌ها؟ عوض بشه، توان چی میشه؟ توان منفی میشه، یعنی این 1 میشه منفی 1. 100 تقسیم بر 25 میشه بهت عدد 4 رو میده، توان این منفی 1ه، میبینی؟ میذاریم اینجا. خب خود 4 رو بخوای بنویسی میشه 2 به توان 2، یه منفی 1 هم اینجا داری. خب 2 پایه است، یه 2 ضرب در منهای 1 هم اینجا داری، میشه چی بچه‌ها؟ میشه منهای 2. پس حاصل اینو گفته به صورت توان منفی بنویس، میشه 2 به توان منفی 2. اینجا هم اگه نگاه بکنیم بخوایم اینو بنویسیم، این عددش به این صورت هستش بچه‌ها، 2/10 به توان چیه؟ به توان منفی 4 هستش، 2/10 به توان منفی 4. اینو میخوایم به صورت چی بنویسیم بچه‌ها؟ به صورت توان مثبت بنویسیم. خب 2/10 به توان منفی 4 رو ما داریم، جای صورت و مخرج اینو عوض بکنی، یعنی 10/2 بشه، توان این میشه مثبت بچه‌ها، توان منهای 4 میشه مثبت 4، درسته؟ 10 تقسیم بر 2 میشه 5، یه توان 4 داریم، میشه 5 به توان 4. گفته ب رو با توان چی بنویسید؟ مثبت بنویسید. خب سوال بعدی رو نگاه کنیم بچه‌ها، سوال بعدی رو نگاه کنیم ببین چی میگه. میگه عدد 1276 رو به صورت نماد علمی بنویس. تو سوالاتی که اعشار نداره یه عدد این شکلی ما داریم، به این صورت عمل میکنیم، 1000 رو
276. باز میای از سمت چپ بچه‌ها یه رقم اعشار برای این در نظر میگیری، یعنی میشه 1 ممیز 270 چی بچه‌ها؟ 1 ممیز 276 ضرب در یه دونه 10 میذاری. تو چنین حالتی که عددت ممیز و اینا نداره به این صورت هستش، 10 رو که گذاشتی توان مثبت باید براش بذاری. به چه تعداد؟ به تعداد ارقام بعد از ممیز. الان اگه نگاه بکنی یه دونه، دو تا، سه تا سیگه، درسته؟ و توانی که باید برای این در نظر بگیرید 3 مثبت هستش. 3 چی هستش بچه‌ها؟ مثبت هست. پس جواب این به این صورت در میاد بچه‌ها، 1 ممیز 276 ضرب در 10 به توان چی؟ 3 مثبت. پایینی رو نگاه کنیم بچه‌ها، میگه 5 رادیکال 12 منهای 6 رادیکال 27. دقت بکنید اینجا رو، بیایید اینجا، میگه 5 رادیکال 12 منهای 6 رادیکال 27 به علاوه 2 رادیکال 48 حاصل اینو ما باید چیکار بکنیم؟ حساب بکنیم. دقت بکنید ببینید چیکار باید بکنید بچه‌ها. دقت بکنید این 5 رو اینجا می‌نویسی، 12 ضرب 4 و 3 دیگه، 4 رو به صورت 2 به توان 2 می‌نویسی، تو یه دونه 3 ضرب می‌کنی 3 به توان 1. منهای این 6 رو اینجا می‌نویسیم بچه‌ها. این 27 بچه‌ها ضرب 3 تا 3، درسته؟ من اینو به صورت 3 به توان 2 ضرب در 3 به توان 1 می‌نویسم که همون 3 به توان 3. حالا می‌فهمی چرا اینجوری نوشتم. به علاوه 2 رادیکال بچه‌ها، این 48 ضرب 16 و 3 دیگه، درسته؟ 16 ضرب 4 تا 2، یعنی من میتونم به صورت 2 به توان 2 ضرب در 2 به توان 2 بنویسم. ببین 16 2 به توان 4 میتونی به صورت ضرب 2 تا 2 به توان 2 بنویسی. خب 16 رو، این 16 ضرب در 3، به جای 16ش من 2 تا 2 به توان 2 تو هم دیگه ضرب میکنم، درسته؟ یه دونه 3 به توان 1 هم داریم دیگه. خب حالا اینو بعد چیکار بکنیم؟ ساده سازیش بکنیم. دقت بکن ببین چه جوری اینو سادهش میکنم بچه‌ها. دقت بکنید اینجا رو. الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید، این میشه 5 رادیکال 2 به توان 2 ضرب در رادیکال چی بچه‌ها؟ رادیکال 3 منهای 6، یعنی این رادیکال هم مال اینه هم مال اینه. نگاه بکن، 3 به توان 2 ضرب در رادیکال 3 به توان 1، به علاوه یه دونه 2 این پشت دارم، اینجا 3 تا رادیکال میذارم، یه دونه 2 به توان 2 ضرب در 2 به توان 2 ضرب در چی بچه‌ها؟ این. خب الان اگه نگاه بکنید، میخوام اینو ساده بکنیم. دقت بکنید اینجا رو، خیلی مهمه، قشنگ گوش کن. این با این میپره بچه‌ها، این توان این با در حقیقت رادیکاله میپره. 5 ضرب در 2 میشه 10، این میشه 10 رادیکال 3. ببین 5 2 تا 10 تا تو این رادیکال 3 میشه 10 رادیکال 3 منهای این با این رادیکاله میپره. 6 ضرب در 3 میشه 18، یه دونه رادیکال 3 داری که زیر رادیکال باقی میمونه، به علاوه یه 2 این پشت داری. دقت بکن، این با این میپره، این دوه میاد بیرون، میاد تو این ضرب میشه. این با این میپره، این دوه میاد بیرون، میاد تو این چی میشه بچه ها؟ ضرب میشه. یه رادیکال سم داری که در حقیقت از زیر این بیرون نمیاد. حالا الان اگه نگاه بکنید، 10 رادیکال 3 منهای 18 رادیکال 3 به علاوه ضرب این ستا میشه 8، یعنی این میشه چی بچه ها؟ میشه 8 رادیکال چی بچه ها؟ 3. نگاه بکنید اینجا رو بچه ها، 10 رادیکال 3 با 8 رادیکال 3 با هم دیگه میشه 18 رادیکال 3. خب منهای یه دونه 18 رادیکال 3 باشه، 18 رادیکال 3 داریم، 18 تا رادیکال 3 ازش کم بشه، حاصل برابر چی میشه؟ حاصل برابر عدد 0 میشه. به این مدل سوالم بچه ها خیلی توجه داشته باشید برای امتحانتون. پس جوابی که در حقیقت برای این در نظر گرفته میشه جواب چی هستش بچه ها؟ جواب 0 هستش. بیایم پایین بعدی رو نگاه بکنیم، سوال بعدی رو نگاه بکنیم. اینجا بهمون چی گفته؟ دقت بکنید اینجا بهمون چی گفته؟ اینجا بهمون گفته که 2 به توان 5 بچه‌ها، 2 به توان 5 ضرب بشه توی 6 به توان 5 ضرب در 12 تقسیم بر 4 به توان 6 ضرب در منهای 1/3 به توان چی بچه‌ها؟ به توان منفی 2. دقت بکن اینجا رو چیکار می‌کنم؟ میای چیکار میکنی؟ این شیشه رو باز میکنی. ببین 2 به توان 5 خودشو میام مینویسم، 2 به توان 5
خودشو میام مینویسم. این شیشه رو به صورت باز میکنم، نگاه بکن 2 ضرب در 3 میشه دیگه، درسته؟ یعنی میتونم مثلا 2 به توان 5 ضرب در 2 به توان 5 ضرب در چی بچه‌ها؟ ضرب در 3 به توان 5، این 12 ضرب 4 و 3 دیگه، درسته؟ یه 2 به توان 2 مینویسم به جای 4، یه دونه هم 3 به توان 1 اینجا مینویسم. تقسیم بره، ببین این 4 به توان 6، 4 رو مینویسی 2 به توان 2، یه 6 هم اینجا توانه، یعنی 2 تو 6 ضرب بشه میشه 2 به توان 12. پس یه دونه 2 به توان 12 من اینجا دارم. خب توی بعدی هم اگه بخوام اینو بنویسم، یه جای صورت و مخرج رو عوض میکنی، یعنی 1/3 میشه منفی 3. وقتی که عوض میکنی توان تبدیل به توان چی میشه بچه‌ها؟ توان تبدیل به توان مثبت میشه. خب الان اگه ما اینو بخوایم جمع و جورش کنیم بچه‌ها، این عدد 2 هستش. دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها، 2 به توان 5 ضرب در 2 به توان 5 میشه 2 به توان 10، ضرب در 2 به توان 2 میشه 2 به توان 12. نگاه بکن یه دونه همین پایین داری، پس این سه تا که شد 2 به توان 12 با این میره. خب اون چیزی که باقی میمونه 3 به توان 5 ضرب در 3 به توان 1، 3 به توان 5 ضرب در 3 به توان 1، منهای 3 به توان 2، چون توان زوجه عدد منفی به توان زوج برسه میشه همون 3 به توان 2، درسته؟ پایه ها مشترکه، یه پایه رو مینویسی 3 تا عدد بالا جمع میشه، 5 و 1 و 2 رو جمع کنی میشه 8، جواب به صورت 3 به توان چی میشه بچه ها؟ 8 میشه. پایین هم اگه نگاه بکنید این گفته 12 به روی 12 به روی دقت بکنید 12 به روی رادیکال 2 با فرجه 3، اینو ما باید گویا بکنیم. خب برای گویا کردن این ما میدونیم که صورت و مخرج رو باید توی یه دونه در حقیقت رادیکال 2 با فرجه 3 ضرب بکنیم، به این صورت رادیکال 2 با فرجه 3 باید ضرب بکنیم. خب بچه ها توانی که ما باید برای این دعای داخل رادیکال بذاریم، خب باید اختلاف در حقیقت عدد توان این و این 3 که این بالاست، توان این دو 1 دیگه، درسته؟ اختلاف 3 و 1 میشه عدد 2، درسته؟ اختلاف 3 و 1 میشه عدد 2، شما باید برای اینا توان 2 بذاری ضرب بکنی. حالا بخوایم سادهش بکنیم ببینیم چی میشه، دقت بکنید اینجا رو بچه ها، پایین رو اگه نگاه بکنید یه دونه رادیکال در حقیقت با فرجه 3 ما میذاریم اینجا، 2 به توان 1 ضرب در 2 به توان 2 میشه 2 به توان 3، درسته؟ اینجا رو اگه نگاه بکنی یه دونه 12 داری، خب 12 رو مینویسی رادیکال 2 به توان 2 میشه 4 فرجت 3، درسته؟ فرجه این با رادیکال با توان این میره، این دوه از زیر این آزاد میشه میاد بیرون، یه دونه 12 رادیکال 4 با فرجه 3 اینجا دارم مینویسم، این دوه با این 12 ساده میشه، این میشه یه مرتبه، این میشه 6 مرتبه، این میشه 6 رادیکال 4 با فرجه چند بچه‌ها؟ با فرجه 3. پس مدل گویا کردن اینم به این صورته، صورت و مخرج رو باید به شکلی در حقیقت ضرب بکنین که حالا ما بیشتر راجع به اینا توی جلسات باقی مانده توی کلاس درسیمون صحبت میکنیم. و سوال آخر هم اگه بخوایم اینجا با هم دیگه ببینیم، گفته که اینجا یه سری عبارات بهمون داده و جوابشو این پایین بهمون داده، ما میخوایم ببینیم که در حقیقت این عبارات‌هایی که توی در حقیقت بالا هست با کدوم یکی از این پایینی‌ها در ارتباطه. بالاییه بهمون گفته بچه‌ها رادیکال 125 با فرجه 3 منهای چی؟ منهای 36. خب بچه‌ها رادیکال 125 که فرجش 3 باشه عدد 5 رو بهمون میده، جذر 36 هم عدد چی رو بهمون میده؟ عدد 6 رو میده، پس این میشه منهای 6، 5 منهای 6 میشه منفی 1، پس اینی که در حقیقت اینجا هست جوابش مربوط به این میشه. خب بعدی رو اگه نگاه بکنید به این صورت هستش، گفته که ریشه سوم منفی 1، بچه‌ها ریشه سوم منفی 1 جمع بشه با رادیکال 81، ریشه سوم منفی 1 میشه خود منفی 1، جذر 81 عدد 9 رو بهم میده، منهای 1 با 9 جمع بشه میشه 8، پس اینی که در حقیقت اینجا هست مربوط به همین 8ی میشه که اینجا نوشته شده. خب فلش زدم براتون. اینم اگه ما نگاه بکنیم به چه صورتی هستش، میگه آقا رادیکال 81 سوم، رادیکال 81 چندم بچه‌ها؟ رادیکال 81 سوم میام الان ساعت چنده؟ 2:06 الان تمومه، آخرشه، ببخشید. اینو الان اگه ما بخوایم بنویسیم 81 سوم به ما عدد چی رو میده؟ 27 رو میده با فرجه چی؟ با فرجه 3. حاصل این بهمون عدد چند رو میده؟ عدد 3 رو میده که مربوط به این هستش. اینجا هم اگه نگاه بکنید بچه‌ها، منهای رادیکال 4 با فرجه 3 ضرب بشه توی رادیکال 2 با فرجه 3،
چون فرجه ها مثل همه یکیشو می نویسید، منهای 4 ضرب در 2 میشه منهای 8. منهای 8 فرجه در حقیقت سوم یا ریشه سوم ازش بگیری عدد منفی 2 رو بهت میده که منفی 2 این هستش و میای چیکار میکنی؟ اینجا میزنی. به همین ترتیب بچه ها این سوال آخر این آزمون بودش. امیدوارم که از این جلسه استفاده کرده باشید. آزمون جامع زدن رو طبق همین چیزی که بهتون یاد دادم حتما بزنید و فراموش نکنید. کلاس باید جابجا بشه و در حقیقت ما هم باید بریم. خسته نباشید و خدا نگهدارتون. بهصفت آشنای سنه است.